ببینید بینندگان عزیز چقدر تصاویر حرفه‌ای که واقعا امروز ما در قبال یک فریم عکس حرفه‌ای برای فیلمامون واقعا بپذیریم کمی مشکل داریم و نمیدونم ببینید خودتون قضاوت کنید. والا این شهر کوسکوس مچو پیکچو در ارتفاعات سلسله جبال آنده، قبیله ای در اینجا زندگی میکردن تا قبل از پیدایش قاره آمریکا که توسط اسپانیولی ها کشف شد. وقتی که به این مناطق رسیدن اینجا رو واقعا ویران کردن. این که ها یه تمدن بسیار درخشانی داشتن، چیزی واقعا گرفته شده بود از تمدن واقعا فراعین مصر و نامش مکچو پیکچو. آسمان در فراز، رودخانه در اعماق و در میانشان همچون جواهری یگانه و نایاب مکچو پیکچو. این شهر مقر امپراتور اینکا بود که قلمروش از شمال تا جنوب بیش از 7000 کیلومتر طول داشت. آخرین امپراتور اینکا منکا کاپاک به دست فرانسیسکو پیسارو فاتح اسپانیولی به قتل رسید. این شهر افسانه‌ای در سال 1911 توسط باستانشناس اهل ایالات متحده اینگام کشف شد، چون قرنها این شهر متروک مانده بود و درخت و گیاه تمام آن را گرفته بود. اکنون مکچو پیکچو کعبه توریست های دنیا و یک منبع ثروت است برای کشور پرو. این قلعه دیدبانی شهر است. طرز قرار دادن سنگ‌ها بر روی هم کاملا استثنایی و منحصر به این مکان. یکی از اسرار کشف نشده این شهر اینه که اینکاها چگونه این سنگ‌های غول پیکر رو میتراشیدن و با نداشتن حیوانات بارکش چگونه اونها رو حمل میکردن. این پله‌های طویل به قسمت کشاورزی شهر منتهی میشه. اینکاها در علم نجوم و شناخت سال و ماه و تقسیم روز به ساعات پیشرفت زیادی کرده بودند و حتی یک ساعت آفتابی هم داشتند. این جهانگرد سوئیسی ساعت خودش رو با ساعت آفتابی میزون میکنه. روی این ایوان‌ها که هر کدام 3 تا 4 متر پهنا دارد، اینکاها زراعت می‌کردند. ولی چگونه به قسمت‌های مرتفع و بالاتر آب می‌رسوندند؟